اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. یک جهان در سوی تو فریاد زد، یک جهان فریاد از این بیداد زد. شهرهای میهن من داغدار، از دل و جان مرگ بر شیاد زد. دولت جهل و جنون نابود باد، آرزوی ملتی آزاد زد. نایب آن غایب افسانه ساز، صید خود بر دار استبداد زد. چشمهایش رنگ کین و مرگ داشت، تیغ کین چون قاتل صیاد زد. روی دوشش مارها رویده بود، هم نشان بر سینه از زخاک زد. علیرضا نوری‌زاده شنبه 15 سپتامبر 25 شهریور به شما سلام. این جوان با منه، رهام نمی کنه و شب و روز به فکرشم، به فکر اون مادر نازنینم. برادر دست دادم، می دونه میره چی، ولی یه برادرم به سرطان مرد، یه برادرم سکته کرد، حالا چی شد نمی دونم. ولی یه سر جوان دستگوره ببرن اینجوری بکشه. از نوید چند تا صدا مانده که اولا این صداها خودش نشون میده که نوید خبر نداشته که این جنایتکاران میخوان ببرن دارش بزن. من فقط پیش خودم میگم اون کسی که طناب دارو میندازه به گردن نویدها، شب چجوری میره خونه شام میخوره، میشینه کنار زن و بچهش؟ اونی که حکم صادر میکنه جنایتکاری مثل سلواتی و امثال اینا، لعنت سلوات بر جد و آبادشون اینا. من همیشه میخوام بپرسم چطور یک مسلمون اگر بری یک همسر یهودی بگیره باید بزنی تو سر اون همسر مسلمون بشه؟ نه، نباید بشه. مذهبش یهودیه، خیلی هم مورد احترام، هر مذهبی مورد احترام. اما چطور آقای سلواتی همسر میگیره یهودی و ایشون دینش هم عوض نمیکنه؟ در پاریس میره سینگوگ، لافایت خریداشو میکنه، شنبه هم میره سینگوگ، سبت میره اونجا. فامیلش هم از اسرائیل میان میبیننشو دیدار میکنه. چطور قاضی سلواتی مورد پرسش قرار نمیگیره؟ اما یه بدبختی اگه مریض بود رفت اسرائیل معالجه کرد، میاد میگن این جاسوس اسرائیل. یک بساطی ما داره. بریم اول نوید جانمو گوش بدیم، ببینیم مادر داغدارش بشنوه صدای پسرش. الو 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 الو. سلام. سلام شوری. خوبی؟ خوبی، خوشی. سالمی؟ کجایی؟ سالمی؟ میگم والا اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستام انتقال بدن تهران، زنگ زدن از خونه؟ زنگ زدن از خونه. شما عبرتی دلان؟ نه، زیر زمین. زیر زمین. فقط تو رو معاینه کردن. حبیب وعید آسیب دیدن؟ نه، ستامون معاینه کردن. ستاتون معاینه کردن؟ فقط تو خبرها گفتن حبیب وعید، فقط اسم تو رو بردن. نه، از پزشکانی اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکانی اومدن ستامون. من که معاینه کردن، حبیب وعید هم گفتن معاینه مون کردن.
خب عکس گرفتن نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن. ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید. یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت. درست. همه جامون حدود 10 الی 15 تا جا نوشتن، کامل نوشتن. درسته. حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران. زندان مقصدش هم معلوم نیست. اینجور که بهمون گفتن. اسم این کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟ ها میدونی. اسمشون میگی؟ خادم الحسین رئیس گارد زندان بود. خودش دیگه؟ والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون. اوکی. خب حالا چیزی که بهمون گفتن اینجوریه، وقت تلفنم خیلی ندارم. پشتت به همه گرما. حتما شک نکن. شک نکن که پشتت به همه گرم. شک ندارم. خب داریم این شیراز؟ شیرازم میرم، کارا دنبال همه کارا هستم. تهرونم هستم، شیرازم هستم. خیلی خوب. خیالت راحت باشه. من خیالم راحته. خب کار نداری؟ هر حرفی داری بزن بهم. انشالله که درست میشه. درست حالا میشه. حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی میشه. درست میشه. اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشتم. اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون ندارم. خیلی خوب. بی خیالم راحت. کار نداری؟ قربونت برم. قربونت خدا. خدات خداست. خدا. شما فکر کنید این رژیم جنایتکار به یه جوان میگه فردا میخوام منتقلت کنم ولی تنابدارشو دارم میبافن. گردن رو پیدا کردن دیگه، حالا دارن تناب رو میبافن. من واقعا شگفتی زده میشم سید علی خامنه ای اون شب چجوری خوابش برد. وقتی حکم قتل رو نوشت، براتون گفتم دو تا از قضات دیوان عالی کشور حاضر نشد، خودمو نمیکنه. یکیشونو که میشناسم بسیار آدم با شرف، بسیار از زمان دانشکده حقوق آدم با شرف بود، حاضر نشد امضا. یکی دیگرش هم که از قضات بعد از انقلابه ولی اونم آدم با شرفی، گفته من امضا نمی‌کنم. در نتیجه آقای رئیسی بهم داره میگه پیش سید علی آقا، آقا باید یه صورت قانونی بهش بده، خودم امضا میکنم، من ولی فقیهم دیگه، من نایب مهدی موعودم. آقا مهدی خودش به من گفته که من امضا کنم، مگه نگفت؟ پس گوش نمیدید به حرفای آقای محمدی گلپایگانی؟ مگه خدمتتون نگفت آقا در جمع کران تو زیر زمین با امام زمان خلوت کرده بود؟ مشورت کردم دیشب باشون، گفتم بکش وحیدو. بله نویدو بکش. حالا میخوام نویدو بکشم. چه امام زمانی منصب قاتلی میده به نایبش. به 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 از این امام زمان گون که خودش اگه بیاد خود همین نایب گردنشو میزن. واقعا متاسفم. داریم یه صدای دیگه از نوید؟ اگه داریم اونم پخش کنید که من. بله این شب قبل از اعدام نبود. چقدر دلم گره. حالا یه کلیپ رو نگاه کنید راجع به اعدام های سریالی در رژیم جمهوری جهل و جور و فساد و برگردم صحبت. از اعدام های سریالی مخالفان عقیدتی سیاسی ولایت فقیه بوی روشن شدن ماشین اعدام در ایران به مشام میرسه. اعدام معترضان اعتراضات سراسری مانند مصطفی صالحی و نوید افکاری و صدور حکم سه جوان معترض در اعتراضات آبان ماه چشم جهانیان رو به جوانان در لیست انتظار اعدام در ایران باز کرده. اعدام هایی که به نظر عملی کردن این شد. یکی از مخالفین عقیدتی ولایت فقیه اهل سنت هستند. حاکمیت هم از خجالتشون در اومده و تنها در 5 سال اخیر دست کم 100 نفرشون از دم تیغ گذرونده و حالا حکم اعدام 7 زندانی دیگر عقیدتی سیاسی اهل سنت پس از 11 سال بلا تکلیفی در دیوان عالی کشور تایید شده. اتهامات همون 5 اتهام کلیشه‌ای همیشگی: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی‌الارض و محاربه. به نظر میاد ماشین اعدام حکومت در روزهای اوجش به قیافه کریه این مردم ببینی به اسم قاضی سلواتی، قاضی سلواتی و تمام قیافه چهره کریه اون خانمی که اومده همسرین شده، بانوی زیبایی هم هست،
من نمیدونم چرا حاضر هر روز برای پول میگن هر بار یه دسته اینقدری بهش دلار میده میگه برو هر کاری دلت میخواد بکن. اونم میره سینگوگ پاریس خریدای لافایتشو میکنه به فامیلاش سر میزنه. 3 دفعه تاله اسرائیل رفته و این آقا راحت نشسته اونجا. چرا؟ چون آدمکش ولی فقیه. سید علی آقا بهش میگه آفرین صلواتی جان برو بازم بکش. و اینا شرافت و فروختن، وجدان و فروختن. و من همیشه پیش خودم میگم واقعا خانم صلواتی شما از یه خانواده یهودی سرشناس هستی، چطور این مرد جنایتکار رو به خانت راه میدی؟ پول اینقدر ارزش داره؟ اینقدر ارزش داره؟ اقلا زنی رو از رئیس، زن رئیس اطلاعات شیراز یاد میگرفتی که من وقتی فاش کردم در زندان به یه دختر خراسانی تجاوز کرده، شب کیفشو گذاشتن بیرون و با پسرش بیرونش کرد. از سعید مرتضوی همسرش خانم دکتر به من پیغام داد که این مردک قاتل، من برای برادرم برای خانوادم میترسم ولی من اینو تو اتاقم را نمیدم. حداقل این شرافت آدم میتونه داشته باشه. به حال بسیار متاسفم، گفتم زندگی ما رو به هم ریخت نوید. اینقدر آدم ساده دل، صادق، مهربون، نازنین. دیدین که صحبت میکرد با اون فردی که با شرف میزد، اونم بهش میگفت خوبی؟ آره من از زن من، خیالتون راحت باشه، من قرص و محکمم. اما ضحاک مغز جوان میخواست بام دادم. باید او رو اینجور جنایتکارانه میکشتن. بسیار متاسفم. خب تمام سازمانهای بین المللی، مراجع بین المللی، محمد جواد ظریف و بی آبروش کردن این گوبلز رژیم جمهوری ولایت فقیه و راش ندادن به اروپا. و امیدوارم اروپا یه منافقانه رفتار نکرده باشه و این موضع گیری ثابت باشه. من فردای گفتگوی دارم که حتما توصیه میکنم گوش بدید، بران که فردی از داخل ایران با ما صحبت خواهد کرد در باره این جنایت، در باره این آدم کشی. و من گاهی اوقات فکر میکنم که بله سفیر آلمان و اینا احضار کردن، اعتراض کردن که چرا سفیر آلمان انتقاد کرد از آدم کشیشون. حیوانات، سفیر آلمان انسان. خانم انگلا مرکل امروز بیش از 1000 نفر پناهجو رو که در یونان آزار میدیدن پذیرفت. آدمن، مثل شما نیستن که به پناهجوی افغان بیچاره که 40 سال تو مملکت داره جون میکنه میگه اگه میخوای بمونی ببر اول سوریه 6 ماه، اگه زنده موندی جنازت نیومد خب بین 3.5 تا 11.5 میلیون تومان بهت میدن. یه بیچاره افغان چه بکن؟ تو مملکتش که آقای دکتر عبدالله دست در آغوش طالبان، چه کنی؟ آقای اشرف غنی مچ و بوسه میفرسته، چه کنی؟ فرستاده ویژه آقای پومپیو با طالبان دست در آغوشه. بسیار افسوس میخوام، یعنی واقعا این نفاق، این بی پرنسیبی، این که انسان ها هیچ براشون اصلا مطرح نیست. یعنی شما فکر کنید طالبان سر تا پا جنایته، طالبان جنایتکاره و آقای دکتر عبدالله میره با این میشینه صحبت میکنه، آقای خلیلزاد هم دست میزنه، داریه دنبکش آقای خلیلزاد میزنه. آقای خلیلزاد یه روزم میخواست رئیس جمهور افغانستان بشه، منم خوب میشناسمش، دفتر منم اومده کتابش هم به من داد و من واقعا متاسف. ایشون استادش که جمهوری اسلامی رم در مذاکرات شرکت بدن. چه باید بگم؟ این سور چه معنایی داره؟ زنان افغانستان
چه احساسی دارن از اینکه میبینن آدمخواران طالبان رو دارن وارد کابینه میخوان بکنن. وقتی بچه سقا در افغانستان اومد همین بساطو راه انداخت، همین بساط پادشاه ترقی‌خواه و ملکه رو برکنار کردن، بچه سقا اومد تو کابل یه درم کشت. محمد نادر سفیر افغانستان در هندوستان غیرتش نپذیرفت، پاشد اومد مملکت رو پس گرفت، بچه سقا هم دار زدن. الان این آدم کشا رو حداقل به جنگ تو زندان باشن، دولت آمریکا داره برشون، دولت عظمای قطر هم پذیرایی میکنه، پول بهشون میده، جمهوری ولایت فقیه هم اسلحه و آموزش که به جان ملت افغانستان بندازنشون. واقعا دلم میسوزه برای مردم افغانستان، این مردمی که این همه رنج کشیدن، این همه زجر کشیدن و پاداش این درد و رنجشون باید این باشه که الان گرفتار این حیوانات بشه. بسیار متاسف. به هر حال حرف تو حرف اومد. این آقای ابوالفضل قدیانی رو من میشناسم، هم اول انقلاب یه وقتایی که با آقای عرب سرخی و آقای بهزاد نبوی و دوستان دیگرشون بودم. من همیشه میگم در مجاهدین انقلاب اسلامی یک انسان وجود داشت به نام دکتر توفیق، که الان بیرونه در پاریس و از حضورش ما بهره میبریم. یک نیمه انسان هم وجود داره به نام تاجزاده. اون تو تاجزاده از یه حد دیگه جلوتر نمید، اما این قدیانی دو سر و گردن بالاتر. این آقای قدیانی وقتی واقعیت ولایت فقیه براش آشکار شد، وقتی فهمید که سید روح الله کشمیری مصطفوی کیست، چه جنایت پیشه ایست، خنده داره قبر مادر و عمه و خواهر امام. آقا ول کنی نگاه کنی، فردا اینجا یه بوق و بارگان برای این درست کنه، نکنید آقا جان عمه امام چه کسی بوده، یه پیرزن خمینیشی بوده که پای دارم میمده دست میزد، آبجی امام، خواهر امام، مادر حضرت امام، چه سنگ قبر رو تشکیل داده بهشون درست کردن و سنگ قبر ناصرالدین‌شاه رو کندن بردن، رضا شاه رفتن خراب کردن. ولی اون مرد چقدر بزرگ بود و چه نزد خدای خودش اعتبار داشت که بعد از این همه سال پیکرش که در اومد همچنان صورت همون بود و همون پیکر. چقدر بودم تفاوتها رو میبینیم. سید روح الله مصطفوی از فراز دست مردم برهنه روی خاک میفته، رضا شاه اونجور در مصر تشییعش میکنن، موقتا به خاکش میدن، بعد به ایران میارنش. محمد رضا شاه به ایران خواهد اومد، مطمئن باشید، استخوانهاش به ایران میاد و این ملت سالیان سال بر مزار او خواهد گریست که با اون مرد چه کردن. قبل از اینکه راجع به قدیانی صحبت کنم، یه تیکه از شاه هست، یکی دو بارم دیدین، ولی اینو یه بار دیگه ببینید، خوب تأمل کنید راجع به مردی که داد زدیم همه تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. ببینیم نتیجه شو حال داریم، ولی خود شده چه چیزی به دست آورده؟ آزادی، دموکراسی، مذهب،
خیلی روشن حرفایی که میزنه. پیشرفت و توسعه تا سال 61، 3 سال بعد از انقلاب، 4 سال بعد از انقلاب، ببین کجا بودیم. مترو افتتاح شده بود، پتروشیمیا، نیروگاه اتمی، و چه جایگاهی داشتیم. لعنت به این انقلاب، لعنت. آقای قدیانی در تلگرامی در سایت زیتون و سهام نیوز میگه اعدام غیرقانونی، انتقام جویانه و ظالمانه نوید افکاری جنایتی است مسلم، یعنی سید علی آقا جانیه، و به شدت محکوم می باشد. این اعدام ورق سیاهی بر پرونده سیاه‌تر از سیاه خودکامه امروز ایران، علی خامنه‌ای و عمال سرکوبگرش است. آفرین قدیانی، آفرین قدیانی، آفرین. من درود بهت میفرستم. تو ایرانی داری رو برخلاف هم گروه های خودش که برای اعدام دست میزنن، نه این کارو نکرد. قدیانی معتقده که حکومت ایران نگران قیام مردم است و با این اقدامات میخواهد ترس ایجاد کند. این جنایت و جنایاتی نظیر این برای بقای این قدرت فاسد جهنم، خصلت خود ویرانگری آن در خصلتش تشدید شده و زوال مشروعیتش عیان گشته است. درود بر تو قدیانی. آقای خزعلی یاد بگیر، جناب آقای دکتر خزعلی یاد بگیر، آقای عطای مهاجرانی یاد بگیر. شرافت انسانی اینجا تجلی پیدا میکنه. آفرین. نظام تمامیت خواه جمهوری ولایت فقیه اسلامی با تشبث به استراتژی رسوای نصر و به رعب میکوشد مردم را مرعوب و منفعل کند. اما مرعوب واقعی اعدام کنندگانند که از وحشت قیام مردمی قدرت تعقل و تفکر را از دست داد. سید علی آقا دیگه نمیتونه فکر کنه، دیگه درک نداره. این که فقط رئیسی رو بچسبونه بشه ولی فقیه موقت، آقا مشتبه بشه وردستش. حالا یه طرح دیگه هم ریختن. چند روز پیش توی جلسه شورای عالی امنیت ملتشون گفتن آقا اگر مردم نیان خیلی ناجور میشه در انتخابات، چون آبروریزی انتخاباتی که کردن میان دوره ای 4%، 5% تو کرمانشاه، توی استان البرز، خجالت آور. برید بمیرید، برید بمیرید. و حالا وحشت من که انتخاب ریاست جمهوری حالا داریه بزنه، رقاصی هم ندارن به وسط میدون بفرستن جذاب باشه، کسی رو ندارن دیگه. روحانی هم که آبروش رفت و همسر روحانی هم آبروشون رفته، کیو میخوام بیارن؟ اصلاح طلبان را توف میکنن مردم بهشون گوشن. اصلاح طلبان چرا صداشون در نمید؟ واقعا آقای خاتمی، آبروی خودتو برد. اون یه ذره قدر و اعتباری که هنوز داشتی با سکوت آبروی خودتو برد. من واقعا متاسفم برد، متاسفم، چون آدم بدی نبودی. ولی این ترسو بودن، این پدر شما رو امامه و ترسو بودن، مذهب بیچارتون بود، بیچارتون. پدر اگه زنده بود قرص و محکم می ایستاد و می گفت این بچه من بیگناه باید آزاد بشه، یعنی نوید. اما خب از شما بعیده دیگه، خودت پسر داری، دختر داری. اگه یه روزی با بچه های تو این کار می کردن چه می کردی؟ چرا از قدیانی یاد نمی کردی؟ چه می کردی؟ دلاور، آفرین، آفرین. آقای تاجادم در یادداشتی در روزنامه اعتماد خطاب به ابراهیم رئیسی گفت یه تیم ویژه و بی‌طرف به صورت فوری تعیین کنی تا به شبهات حقوقی اعدام نوید افکاری بررسی به طور مردم برسه. خیلی جالبه، آقای تاجزاده نمیاد اعدامو محکوم کنه، از قاتل میخواد که بیا یه تیم تعیین کن از قاتلان که اینا شبهات رو رسیدگی بکنه. کدوم شبهه؟ کدوم شبهه؟
پسر جوان راحت میگه آقا من نکشتم، پدر و مادر مقتول میگن آقا ما مطمئن نیستیم. بعد شما اگر ریگی تو کفشتون نبود چرا اجازه ندادید اینا برن و پول بدن قصاص تبدیل بشه به دالو یه درجه تخفیف؟ این قانون شوم قصاص. من یه گلایه دارم از دوستانم تو جبهه ملی. چرا سکوت کردی؟ صدای تک تک این ور اونور فایده نداره، اصلا سکوتتون قابل قبول نیست. و من تعجب کردم که دیدم الان مثلا جناب آقای دکتر باوند عزیزم که خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم بهش حرمت میذارم، الان آقای دکتر باوند میاد مقاله راجب چی مینویسه؟ من اصلا شگفتی زده شدم. آقای دکتر باوند بله یه مقاله میست که اصلا ربطی به حالا و اوزان. آقا جان چرا راجب قتل نوید ننوشتید؟ سازمان های جبهه ملی در اروپا قتل عمد فرزندان ایران زمین کافیست. رژیم راهزنان جمهوری اسلامی، راهزنان جمهوری اسلامی ادامه باید برد. خیلی این مال جبهه ملی اروپاست. ولی من از آقای دکتر باوند انتظار داشتم، واقعا انتظار داشتم یک بیانیه کامل میدادن و محکوم میکرده. این فایده نداره. شما راجع به چی الان صحبت میکنی؟ از نازنین کوروش زعیم انتظار دارم، انتظار دارم از خسرو جان سیف. اینا آدم هایی که ما دوستشون داریم، احترام براشون قائلیم، بقایای دیگه جبهه ملی اصلا گریه چیزیش نمونده. واقعا انتظار داشتیم از اینا در این ماجرا مادر داغدار رو اقلن تسلای وجودش باشن. ببینیم که اینا اونجان و اشکی از چشم مادر پاک میکنه. خیلی متاسف دیم. و خیلی روزای بدی، روزای بدی. من میخوام راجع به جریان صلح امارات و بحرین و اسرائیل هم صحبت کنم. اما قبل از اون میدونید که آمریکایی‌ها یک طرحی رو پیدا کردن که رژیم جمهوری جهل و جور و فساد در صدد کشتن خانم لانا مارکس، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی و دوست نزدیک آقای ترامپ بوده. البته این ماجرا فقط محدود به خانم مارکس نمیشه، بلکه دوروتیشیا سفیر آمریکا در بیروت هم هدف بوده. دوروتیشیا در جریان سفر دیوید هیل معاون وزارت خارجه آمریکا به بیروت نقش بسیار موثری داشت. اونجا تاکید کرد که حزب الله نباید در دولت آینده لبنان باشه. تاکید کرد حزب الله عامل به هم ریختن و آشوب در لبنان. همینطور سفیر آمریکا در عراق. اینا هدف‌ها و تارگت‌های اصلی حزب شیطان و اون دارو دسته‌های نوکرای جمهوری اسلامی در عراق و آفریقای جنوبی و لبنان هستند. حالا چرا آفریقای جنوبی؟ براتون در آفریقای جنوبی رژیم جهل و جور و فساد بعد از اینکه آفریقای جنوبی نظام آپارتاید رفت، به اسم اینکه اینا طرفدار ماندلا بودن و آپارتاید، بهشون امکانات داد. محمد شریف مهدوی رو فرستادن اونجا، اونم رفت و حسینیه را انداخت، مسجد را انداخت، پاکستانیای شیعه رو جمع کردن و تو پریتوریا، توی جوهانسبورگ، در چندین جا حسینیه و مرکز فرهنگی و البته بی فرهنگی برپا کرد. فعالیت اینا خیلی شدید شد. خانم لانا مارکس دوست بسیار نزدیک رئیس جمهور آفریقای جنوبی است. خیلی با مقامات اونجا ارتباط نزدیک دارد. آفریقای جنوبی هم در سیاست جدیدش نگاه به غرب، به سوی آمریکا توجه کرده، خیلی هم نزدیک شد. اون سیاست‌های رنگ مارکسیستی گذشته به سوی روسیه و چین و اینا تعدیل شد، چون چیزی براشون نیومد. و خانم لانا مارکس نقش مؤثری داشت در جلوگیری از حسینی‌های جدید، جلوگیری از دکان‌های تازه که جمهوری اسلامی می‌خواست در اونجا باز کنه. یکی دو تا هم مثل زکزکی در اونجا هم داشتن، شیخ بصیر و نظیر و از این مردشور برده های پاکستانی که
نوکری ولایت فقیه رو میکنه. این هم اونجا بوده. خانم مارکس جلوی اینا رو گرفت. رژیم کینش رو به دل گرفته بدجور. برحال آقای ترامپ گفت اگر هر قدمی برداری هزار بار ضربه خواهید. و ترامپ این کارو میکنه. این نیست که آقای ترامپ بگه به 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 بچه مرسی سفیر ما رو کشتی تا به ما یه نوازشون بکنی. انتقام قاسم سلیمانی. خود سید علی آقا آرزوش بود قاسم سلیمانی بره. لولو شده بود براش کارش هم نمیتونست بکنه. هی بادش کردم بادش کردم بعد دیگه نمیتونست چی کارش بکنه. لولو شده بود براش. میترسید ازش. سید علی از هر کس که بخواد اعتباری بگیره یه ذره نامش بلند شیزی بشه میترسه وحشت داره. ثابت کرده این رفتارش با رفسنجانی ببینید دیگه. رفتارش با میرحسین موسوی با کروبی با بقیه نگاه کنید چی بوده. درنگ کوتاهی میکنیم باز میگردیم. من اینو بهتون میگم یه تیتری دیدم توی گویا نیوز که الله کرم نتایج انتخابات تکریش روشن کرد. نه انتخابات در بدترین شرایط داره برگزار میشه. رو مای دیگه گمان نمی کنم اصلا کسی رقبت بکنه در این انتخابات شرکت بکنه. بدتر از اون آقای سید علی آقا نمیدونه چی کار باید بکنه. واقعا سید علی آقا درمانده است. آدم درمانده است که خبر نداره چی کار میخواد بکنه. من گاهی اوقات فکر میکنم میبینم سید علی آقا واقعا میخواد چه بکنه. کیو میخواد؟ کدوم جونور رو میخواد بیاره؟ رئیسی رو میخواد بیاره دوباره؟ که مردم تو آره یه توف هم براش بفرستن؟ چی میخواد؟ کیو میخواد بیاره؟ کدوم آدمی رو داره که یک ذره آبرو داشته باشه؟ قالیبوف که میترسید گذاشتش تو مجلس فعلا بمونه. شمخانی رو که میترسه نمیاد. ولایتی که دیگه از زور اعتیاد نفسش در نمیاد. چی میخواد بیاره؟ آدم نداره. فاتح هم که اومد چهار کلمه حرف زد. آقای حداد عادل یا شداد ظالم تو دهنش زد. درنگ کوتاهی کنیم ما قمیشی نازنین ترانه جدید چو بشنویم ما بر. با درود دوباره. بله آقای دکتر باوند خب ایشون یه دیپلماته و به هر حال میتونه در این زمینه اظهار نظر کنه، ولی کل مطلبش این بود که بله اگر در انتخابات آمریکا ترامپ برنده بشه یا بایدن تکلیف ما چه خواهد بود، و اشارهشون به این بود که بله به هر حال بایدن به خاطر اینکه خودشون این غذای برجام رو پختن به هر حال ممکنه خود فلفل و نمکش رو زیاد کم بکنن ولی ادامه خواهد. بعد توصیه کردن ترامپ هم باید استراتژی مشخص داشته باشه. داره آقای دکتر باوند، شما نگران اون نباشید. همیشه جبهه ملی روابط دوستانه و قابل فهمی با غرب داشته، همطور با ایالات متحده. و متاسفم که حالا شما در روزی که سر پسر ما رو میبرن شما نگران روابط با هم. چه میگی آقا؟ این رژیم باید بره. این رژیم جنایت پیشه باید گورش رو گم کنه، شلرش رو از سر ما برکنه. حداقل انتظار ما از شما ها اینه دیگه. 50 صبح که مرحوم ادیب برومند جلوی هر کاری رو گرفته بودن مشغول کتاب بازی بود. بعدم که ایشون رفت جبهه ملی کجاست؟ قبلش هم که آقای سنجابی اعلامیه مشترک با امام دادن و اون مرد بزرگ بختیار رو تنها گذاشتن. برای اون مرد بزرگ دکتر صدیقی پیغام دادن که من اونجا بودم که پرد کرد زندیات فروهر و پروانه. پیغام سنجابی رو ورز بودن که نپذیر نخوزه. گفت من وجاهت ملی رو برای سنگ قبرم نمیخواد، اینم برای لای گیستون خوب. دکتر صدیقی اینقدر مؤدب اینقدر عصبانی شد. به هر حال متاسفم برای جبهه ملی، من انتظار بیشتری ازتون داشتم.
جبهه ملی در خارج، خب همیشه بچهای آزاده بودن، کارشون هم کردن، بیژن و دوستانش در اروپا، مجلسی، بقیهشون همیشه کارشون کردن، عزیز همه ما مهندس کردستانی کارش کرده، حرفش هم زد. و اینه که متاسفم همین رفیق عزیز من محسن خاتمی که از بچه های قدیم حزب ایران جبهه ملی بود و بعد رفته رنجبران و باز برگشته تو شورا بعد از انقلاب، یعنی در سالهای نشستای پنهانی بود، از سه روز خوابش نبرده برای این بچه، داد میزنه، فریاد میزنه. و این شرافت انسانی رو نباید یاد ببره. با چجوری ما میتونیم سکوت کنیم؟ بعد سید علی آقا بیاد از خودش شر نکنه، بیاد بگه کشور ما آزاده، آزادی در بیان و انتخاب، هر کس مخالف ما باشد مورد فشار قرار نمیگیرد. گوش بدی طرف ببین، گوش بدید آقای خامنه‌ای. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چرا این چیزی نیست؟ دروغ میگن، یعنی آقا میفرمان هر کی بگه دروغ میگه. اما دکتر شولسدی یه سال میره زندان برای یه نامه که برایشون نوشته. قدیانی رو چیکار کردن؟ چند تا حکم علیش دادن برای یک نامه به سید علی آقای ولی فقیه. آزادی از در من میکرد. آقا ببینید چقدر 170 روزنامه رو اون سعید مرتضوی قاتل مطبوعات یک شبه تعطیل کرد. چجور شما به خودتون اجازه میدید بگید در مملکت آزادی وجود داره؟ کدوم آزادی؟ شوخیتون گرفته. الان نوریزاد چرا این بلاها سرش اومده و در زندانه؟ به خاطر انتقادش از شما. شما نوکر میخوای سید علی آقا، شما حسین بازجو میخوای کنارت بشینه پارس کنه، شما علی اکبر ولایتی طبیب حضور میخوای، شما شداد ظالم رو میخوای، اینا رو کنارت باید بیان بشینن، آقا وحید جانتو میخوای، اینا رو میخوای کنارت باشن، یک مش بوزینه ای که کشتار مردم براشون لذت باشه، کیف کنه. علی اکبر ولایتی طبیبه، حبیبه، قسم خورده. آیا به سوگندش وفاداره؟ شگفت. اکبر طبری تصاویری از ویلاها و آپارتمان‌هاش که ضبط کردن منتشر کرد. دارم میخواید اینا رو ببینید و اینو بهتون بگم، صدها ملک و ضیاع و عقار دیگر هست که کسی نمیدونه در خارج، در داخل. این مرد در پاریس، در لندن، در نیویورک، در جاهای مختلف آپارتمان داره، خونه داره، زمین داره. نگاه کنید خانه‌هاشو. فساد مالی معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه همچنان مفتوحه. رونمایی از ویلای لوکسی که جزء گرون قیمت‌ترین املاک شمال کشور محسوب میشه. اینجا هم واحدهای برج مجلل روما رزیدنس در شمال تهران با قیمت افسانه‌ای و تجهیزاتی که در کمتر خونه‌ای دیده میشه. این املاک فقط بخشی از رشوه‌های دریافتی طبری از متهمان فساد اقتصادی است. املاک مجهز و لوکسی که حالا با تلاش دستگاه قضا و صدور حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه مصادره و به بیت المال برگشته تا امیدهای تازه‌ای برای برخورد بدون اغماز با مفسدان اقتصادی باشه. سه دستگاه
آپارتمان مسکونی واقع در تهران منطقه کامرانیه برج روما، همچنین یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل خیابان پاسداران به مساحت 633 متر که از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته. علاوه بر اون 5 قطعه زمین در شهرستان بابل سر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ و با شکوه شده بود. اکبر طبری، فردی که طی سالهای طولانی سرکرده شبکه سازمان یافته اعمال نفوذ و ارتشا بوده، حالا باید منتظر مجازات باشه. 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین بیش از 430 میلیارد ریال جزای نقد. او متهم ردیف اول یک پرونده فساد گسترده است که با همدستی برخی قضات، وکلا، سردفتران، کارمندان و کارشناسان رسمی دادگستری و افراد عادی در سراسر کشور شکل گرفته بود. دو اتفاق داره میفته که خیلی جالب. یکی مذاکراتی که سخیرات مغرب بین گروه‌های متنازع و درگیر لیبی انجام گرفت و به نتیجه رسیده. یعنی در واقع حکومتی که در ترابلوس با حمایت رجب طیب اونجا سوار کاره، ناچار شده کوتاه بیاد در برابر جنرال خلیفه حفتر و پارلمان لیبی. به هر حال توافق کردن یک کابینه ائتلافی درست کنن که امیدوارم در روزهای آینده تشکیل بشه. در یمن اوضاع خیلی خرابه. اولا تعداد زیادی رو حوثی‌ها کشتن. بعد اومدن رئیس جمهور رو محکوم به مرگ کردن. خیلی جالبه. رئیس جمهور قانونی کشور رو یه گروه شورشی نوکر سید علی آقا اومدن رئیس جمهور رو محکوم به مرگ. رفتاری که با زنا و بچه‌ها دارن. بچه‌ها رو آوردن تفنگ دستشون دادن. عین اون فیلمایی که تو آفریقا می‌دیدیم، بوروندی و رواندا و اینا بچه‌ها رو می‌آوردن. اون الماس خون بود فیلمش که دیکاپریو بازی میکرد توش و این بچه ها رو میووردن که به جان حتی پدر و مادرشون میفتد. همینو این حوثی ها در یمن هم برقرار. این دو منظر در خاورمیانه است که یکی امید بهبودی میده، یکی خراب. ولی دو منظر بسیار مهم داریم که امیدوار کنند. یکی منظر عراق. آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر بعد از دیداری که کردستان داشت، یک نشست تنگاتنگ ساعت طولانی با آقای دکتر برهم ساله رئیس جمهوری، این مرد محترم و برجسته، در این نشست اساس و پایه یک عراق تازه رو با هم دیگه ریختن. در انتخابات آینده کمیسیون ویژه انتخابات با همکاری با سازمان ملل و انسیتو انجمنهای بین المللی NGOهای بین المللی یک انتخابات میگیم نسبتا آزاد برگزار خواهد. انتخابات بریتانیا و فرانسه نیست، ولی انتخابات ایران هم نیست. این خیلی جای امیدواری. بعد یه عده زیادی از فرماندهان نظامی رو تغییر داد. نوکرای آمری و نوکرای حکیم و نوکرای این آخوندار رو گشته کنار، به خصوص که قدرت هم گرفته وقتی که سیستانی او رو تایید کرده و به نماینده سازمان ملل هم گفته که ما از اقداماتش حمایت کنیم. این در مورد عراق. اما بیایم به خلیج فارس. در واشنگتن هواپیما داره میشینه. آقای نتانیاهو خواست خودش بره و کلن همه چی رو به اسم خودش تموم بکنه. اما قانون اساسی اسرائیل به اون اجازه رو نمیداد. وزیر خارجه یا نماینده او در قراردادهایی که مثل قرارداد صلح و پیمان صلح است باید حاضر باشه. این شد که یه جلسه کابینه تشکیل دادن. وزیر خارجه باید میمد. در داخل اسرائیل جلسه کابینه تشکیل شد، وزیر خارجه امضا کرد و بعد با آقای نتانیاهو اجازه داده شد که بره و تشریفاتی امضا بکنه. در واقع اصل کار رو تو کابینه در تل آویو این کار رو کردن. من هیچ وقت بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل الان قبول ندارم. زمان قبول دارم که بیت المقدس غربی
مال اسرائیل و شرقی مال فلسطینی ها بشه. اون وقت دو کشور میتونن در کنار هم در صلح و آرامی زندگی بکنن. عدالت اگه داشته باشیم در ارزیابی و قضاوتمون هیچ وقت دچار مشکل نمیشه. حق اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم برای زندگی کردن و برخورداری از صلح. حق فلسطینی ها هم همینطور. نمیشه یه طرفه به قاضی رفت. به هر حال آقای عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به واشنگتن، آقای به اصطلاح ناتانیاهو هم که میره، او میگه که عادی سازی روابطون با اسرائیل یک گام تاریخی برای پیشرفت در منطقه است. مردم خسته شدن. شیخ ما عبدالله اعلامیه بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل رو یک فرصتی برای مقابله با چالش ها میده. این مسئله مهم بود. بحرین یه دولت پوچی. آزادی مذهب به معنای مطلق در اونجا رعایت میشه. سفیرش در آمریکا یه بانوی یهودی. ده ها شخصیت بحرین هستن، بهایی هستن. بیزنسمن های بزرگ هستن، تو ارتش هستن، جای دیگه هستن. مسیحی هستن. کلیسا و کنیسه و معبد و زرتشتی و غیره همه تو بحرین هستن. مثل ایران قبل از انقلاب. و متاسفانه این کشور در معرض توطئه ها و آشوبگری های جمهوری ولایت فقیه. چند بار تالا خواستن نظام رو به هم بزن، چند بار آشوب ایجاد کردن. 5 سال قبل چه بساطی در بحرین به راه افتاد. من رفتم و واقعا حیرت کردم. خود ولیعت برای من شرح داد که جاهایی رو که اینا آتیش زده بودن ویران کرده بودن، میدان لولو رو کارایی که کرده بودن. تو اتومبیل خودش برای من شرح داد که اینا چه کردن در اینجا. به هر حال الانم تهدیدش میکنن ولی هیچ غلطی نمیتونن بکنن. جمهوری جهل و جور و فساد ممکنه دوتا بمب بزنه، یه آشوی بپا کنه، اما سرانجام سرشو میزنن به سنگ خورد میکنن. درازکش زانو میزنه جلوی ترامپ. مطمئن باشید اینا ترام علکی نمیگه، میگه اگه من انتخاب شدم برنده شدم خواهید دید که اینا چه جوری خواهند بود. دختر برادر بن لادن هم همین میگه. آقای بایدن، اینا خیلی امیدوارن که بایدن میاد دوران خوش گذشته تکرار بشه، دوباره ختنه سرور نوه جان کری. آقای ظریفمون میره اونجا داریو میزنه، میرقص و حال میکنه و آب انگور میخوره. داره آدم هم نیستن که مثلا یه دستی برای گیلاس شراب چیز، نه. اینجا ببینیم از اینجا بزنیم. آب حلال دارید اینجا یا برای سر شیر آب واکن بخور. یک میز شامشون رو ندیدم واقعا خندم. یه بار براتون تعریف کردم، ما قطر بودیم، این برنامه که تیم سباستیان داشت که دو دسته شد، یکی پسر مرندی از نوکرای بلبل رژیم و یک دانشوی اردنی که آدم با شرفی میشستمش از در ایران درس خونده بود، اینا با هم بودن. من و رنده تقی الدین هم با هم بود، من و باره علم الدین، مادر همسر هنرپیشه معروف و دوست داشتنی. حالا میگم برحال ما نشستیم و برنده شد. این 400 دانشجویی که اونجا بودن به نفع ما رای دادن. ما گفتیم برنامه اتمی جمهوری ولایت فقیه این علیه صلح منطقه است و رژیم در پس کلش یه نقش و طرح دیگری داره. استدلال کردیم، منطقه خودمون رو گفتیم و برحال این بعد ما رو شام برد. شام بردن و ملکه قطر در واقع همسر پادشاه که ایرانی اصلا است، اصلش ایران نشسته بود و من گفتم که یک ناله مستانه ز جایی نشنیدیم، ویران شود این شهر که میخانه ندارد. ترجمه اش کردم قشقش خندی، اشاره کرد چرخ آوردن انواع و اقسام دیگه، شما نمیدونید چی بگیم.
80 ساله 100 ساله 200 ساله همه جون. بعد گفتن آقای مرندی اعتراض کردن رفتن این کشور اسلامی، گفتن برو تو اتاق خوده، چپوندنش تو اتاق، یه ساندویچ هم برش فرستادن گفتن برو برو. البته الان دیگه قطر گذشت، الان قطر جای آقای مرندیه، اونا که میرن اونجا الجزیره میبردشون، $1,000 میده، اتاقم میگیره بهشون، مهمونشون میکنه. ماها الان از خط قرمز عبور کنندگانیم، بنابراین الجزیره میترسه. بیچاره به من میگم میگه هر بار تو میای ما بدبخت میشیم، میگه ما هم گفتیم ما هم نمیایم. الحدث و العربیه و الحره و اینا هست، بس دیگه میخوام چیکار. به هر روی این قرارداد صلح به میمنت و مبارکی در واشنگتن به امضا خواهد رسید. اسرائیل تعدیلی در سیاست خود اگر بکنه، اسرائیل اگه تعدیلی در سیاستش بکنه، من شکی ندارم فلسطینی ها نیز آماده خواهند بود برای گفتگو برای صلح. بنابراین اینجا دیگه توپ زمین آقای نتانیاهو. فکر نکنه الان رأی گرفته انتخاب شده. یادش باشه تاریخ اسرائیل از رابین و پرز به مراتب بالاتر و بالاتر از او یاد خواهد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و دست مادر نازنین نویدی یه بار دیگه می بوسم. مادر جان، ماها همین در کنار هست. بجون.